به مردم شریف ایران. من شهریار افشار هستم، میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365. هر هفته ما یک گفتگوی جدید با شخصیت‌های برجسته سیاست، حقوق بشر، تجارت، تکنولوژی و اکتیویست‌های فعال در سراسر دنیا به توجه شما می‌رسونیم. اگر مایل هستین ما خوشحال میشیم پیامتون رو دریافت کنیم با تماس با 858 444 6506 یا info@politics365.com. با امید ایران آزاد بریم دنبال برنامه امروز. خوش اومدین آقای شاهمحمود میاخل، نماینده سابق افغانستان در وزارت دفاع. خیلی ممنونم که به برنامه پیوستین. ما میخواستیم تا اونجایی که ممکنه از تجربه شما بهره برداری کنیم و یاد بگیریم در موقعی که در وزارت دفاع بودین روابطتون با ایران چی بود و در طی این چند سال که خب حکومت عوض شده در افغانستان تجربه شما چیه و مردم افغانستان از نظر دیدگاه این حکومت جدید نظرشون چیه و بعد میریم دنبال حوادث تازه‌ای که پیش اومده بین افغانستان و ایران لب مرز. اگه لطف کنین خودتون رو معرفی کنین و تا اونجا که میتونین یه بک‌گراندی در مورد کاری که شما قبلا تو افغانستان میکردین به ما توضیح بدین. مرسی. سلام به شما و شنوندهای شما. هم اولتان نام ما شاهمحمود میاخیل است. در سال 2020-2021 باعث سرپرست وزارت دفاع بودم. تقریبا 6 ماه پیش از سقوط نظام ریاست جمهوری ما باعث سفیر در قطر تعیین شدم. اگر مذاکرات صورت نگرفت باید اونجا میرفتم. منتظر اگریمان بودم که تحولات تغییر کرد. البته قبل از او باعث والی ننگرهار و یک چند وقت باعث معاون وزارت داخلی افغانستان و سالهای دیگه در ملل متحد و ادارات دیگه و هم در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا باعث مسئول بخش افغانستانش ما بودم. بسیار عالی. اگه لطف کنین مدتی که خب تو افغانستان بودین و فعالیت میکردین واقعا تجربه شما چی بوده؟ یعنی از نظر این حکومت که افغانستان رو یعنی برداشت مردم چی بوده؟ چجوری مردم به این حکومت عادت کردن یا نکردن؟ یعنی واقعا دیدگاه مردم چیه در این زمان در افغانستان؟ خب اول ما شما کمی عقب اگر بریم، در وقتی که کودتای هفته ثور در سال 1978 در افغانستان صورت گرفت و جنگ سرد تقریبا در افغانستان شروع شد، زیاد افغان ها به ایران و پاکستان و ممالک دیگه که اکثریتش در این دو مملکت بوده مهاجر شدن و رفتن دیگه. به این اساس مشکلات افغانستان از اون وقت شروع شد. در ایران هم تغییراتی به میان آمد. حکومت شاه سابق از بین رفت و آخوندها در اونجا حکومت گرفتن و یا میخواستن که در علیه اتحاد شوروی وقت جهاد دوام بده. دیگه به این خاطر امو رابطه ما بین حکومت ها تغییر خورد و به یوازی که معامله یا روابط حکومت با حکومت باشه در این سالای پسین رابطه ها بعضی خاطر تغییر خورد که هر دو مملکت یعنی هم ایران و پاکستان گروپ های جهادی را تقویه کردن و این تقویه گروپ های جهادی بالاخره باعث سازی شد که با مو شکل مثبتش به شکل منفی رفتن و هر یکی از دو مملکت فکر میکردن اگر یا بتانه که این گروپ ها را تقویه کنن میتانه که امو اهداف سیاسی و نظامی یا جیوستراتیجیک و یا جیوپالیتیکس که در منطقه داره او را برآورده بسازه. شما 8 گروپ های مختلف در ایران اونجا بودن، 7 در پاکستان بود و امو علت بود که وقتی که حکومت راکتر نجیب الله در 1992 سقوط کرد جنگ های داخلی شروع شد
و در جنگ‌های داخلی هر دو ایران و پاکستان گروپایی که یا حمایت کرده بودند تربیت کرده بودند و را تقویه می‌کردند و جنگ داخلی در افغانستان شروع شد. این دیگه مو به اصطلاح اگر کمی پشت سر به تاریخ بریم یک تاریخچه مختصر است که سرش بحث کردیم. در طول همین سالهای گذشته در دور اول طالبان روابط ایران و افغانستان یا با طالبان خوب نبود. در اون وقت شما دیدیم که دیپلومات های ایران در مزار شریف کشته شدن و به این اساس و یک تنش در سرحدات به میان آمد در اون وقت. اما بعد از سقوط طالبان روابط افغانستان و پاکستان پس بهتر شده رفت، اما به اصطلاح دولت به دولت یعنی حکومت به حکومت بهتر بود. اما متاسفانه که در عین حال اردو هم سعی ما که با حکومت افغانستان هم در زمان کرزای صاحب و هم در زمان رئیس اشرف غنی هم رابطه مستقیم و یا خوبی که میخواستن داشته باشه، در عین وقت همین گروپ های افراطی که به نام طالب و غیره را یا باز تقویه کردن به ضد حکومت افغانستان. از یک طرف میخواست که با حکومت افغانستان رابطه داشته باشه، اما از جانب دیگر یا میخواستن که گروپ های باید در اختیار از جا باشه اگر وقتی که قوای امریکا از افغانستان میبرایه در اونجا باز در افغانستان نفوذ داشته باشه. مشکل ایران و پاکستان همیسته که گروپ های مسلح یا ملیشه های مسلح را به حیث ام استراتیجی استفاده میکنم و میخواهی که ام اهداف سیاسی خود به میان بیاره. شما مثال های دارین از حزب الله گرفته تا و در مقابل افغان ها فاطمیون زینبون یا را تقویه کردن و سوریه روان کردن افغان هایی که در اونجا بودن، یعنی ام نفوذی از یا ام مداخله از یا بسیار واضح بوده دیگه، اما سلسله دوام کرد. در این دور ایران فکر کردن که در دور اول با طالبان مخالفت داشت، اما این دور باید طالبان را هم رابطه خوب داشته باشه. از 2002 از سال 2003 که ما به یاد دارم و در وزارت داخل افغانستان بودم با اسم معاون وزیر داخله، در اون وقت با ایران رابطه داشتیم، رابطه که بالخواست در سرحدات افغانستان و ایران که مواد مخدر یک مسئله کلان بود هم با ایران و هم با افغانستان باید همکاری می داشتیم. اما از اون وقتی حکومت ایران بعضی قماندانان طالبان را غیر مستقیم حمایت می کرد و یا کسایی که در سرحدات افغانستان بودن چی از مسئولین حکومتی و یا غیر حکومتی همین قاچاق صورت میگیره و در او نفرهای مختلف یا گروپهای مختلف یا نفرهای نظامی یا سرحدی از این استفاده میکردن و پول به دست میآوردن. دیگه بعضی خاطر اما تعلقات استیت تو استیت چندان خوب خراب هم نبود، خوب هم نبود، یک نوع به اصطلاح تشویش وجود داشت. ایران فکر میکرد که امریکا در اونجا هست، شاید ایره افغانستان رو به ضد ایران استفاده کنه. دیگه بعضی خاطر گروپ های غیر حکومتی را یا گروپ هایی که به ضد حکومت افغانستان فعالیت میکردن و را تقویه میکردن و این مداخله یا این تقویه آیسا آیسا اضافه شده میرفت و حتی تا سالهای زیاد هیچ کسی فکر نمیکرد، چون ایران از لحاظ مذهب طالبا سنی اصلا، اما در ایرانیا یا گروپ هایی که در ایران هستن مهاجری که در ایران بودن اکثرشون شیعه بودن دیگه. به این اساس کلگی فکر میکردن که ایران شاید با طالبان رابطه نداشته باشد، اما چون افغانستان در یک حالت خراب قرار داشت از این خاطر که یک طرف پاکستان بود این طالبان را مستقیما حمایه میکرد، رهبری طالبا در کویته و در پیشاور رو بودن. شما دیدین که گروه‌های روسی دیگه القاعده رهبرشون در اسلام آباد کشته شد و رهبرای طالبا هم در پاکستان بودن. اما رابطه اضافه شده رفت که بالاخره وقتی که ملا عمر کشته شد
رابطه طالبان با ایران زیاد شد که مولا منصور یه رهبر دیگه طالبان که تعیین شد به ایران سفر کرده بود و بعد از سفر از ایران باز پاکستان نمیخواست که طالبان با ممالک دیگه رابطه داشته باشه و هدف درون یا هدف حمله امریکا قرار گرفت و در کوکه بلوچستان نزدیک سرحد ایران کشته شد. دیگه به این اساس ایران با طالبان رابطه عمیق در طول 20 سال گذشته پیدا کرد و امی رابطه باعث ازی شد که امو کسایی که یا به شکل دائمی حمایت میکردن کتیوا امو رابطه خود کمی سردتر بسازه اما با طالبان قوی تر بسازه. یه یک وضعیت است که فعلا جریان داره و متاسفانه که هر دو همسایه ما ایران و پاکستان در افغانستان بازی خوبی نکردن و بازی را پیش بردن که در آینده به نقص هر دو مملکت و مردم ایران و پاکستان است که افراطیت چقدر تقویه میشه ای به نفع مردم ایران و افغانستان نیست. بسیار عالی، خیلی ممنون از این توضیح عمیقتون در روابط ایران و افغانستان در این چند سال اخیر. بریم حالا به حوادثی که تازه پیش اومده سر لب مرز. ما گزارش‌های محدودی داشتیم از این حوادث، چند تا کشته کشتار هم شده. تا اونجا که میتونین اگه بتونین توضیح بدین برای شنوندگان ما چی پیش اومده و آیا انتظار دارین که این موضوع ادامه پیدا کنه یا این یه موضوع کوچیکی بود که تموم شد الان؟ این خلاص نمیشه چون گروه های افراطی و اهداف دراز مدت دارن و میخواید که افراطیت تقویه کنه و ترویج کنه و زیادتر گروه های افراطی منطقه از باز به قدرت گرفتن طالبا یک الهام گرفته که با مبارزه مسلحانه میتونه که قدرت بگیره و دنیا هم در مقابلش عکس العمل نشان نده. دیگه بعضی خاطر چی گروه ایومی یا حرکت اسلامی ازبکستان است یا ای تی آی ام ترکستان شرقی است و یا گروه هایی که در خلیج و در ممالک دیگه وجود داره. دیگه از این خاطر افغانستان یک جای پر امن به یا هستند و متاسفانه که هر دو همسایه ما همی گروه های افراطی یا اعضای از این را نگاه میکنن، تقویه میکنن و میخواهی که این استعمال کنن. این دیگه باز مربوط به رابطه ممالک به طور مثال ایران رابطهش با ممالک خلیج چی رقم میشه، با امریکا چی رقم میشه و در وقت ضرورت از این استفاده میکنه اگر به نفعشون بودن، یعنی به اصطلاح هم یک متبادل نگاه میکنن. دیگه به این اساس آینده از مملکت یعنی وخیم است اما در بعضی وقت هم کانسترکت کرایسیس هم گفته میشه، یعنی یک بحران را ایجاد میکنه که به مردم نشان بده که طالبان و ایران اختلاف دارند اما این بالاتر از اوست، یعنی رابطه طالبایی که در غرب افغانستان هستن و یا رهبری طالبا در قندهار هست رابطهش با ایران بسیار نزدیک است و این به اصطلاح مو جنگای زرگری یا که میگیم یا اختلاف چی این فقط میخواد به مردم نشان بده اما در واقعیت رابطه از یا بسیار قوی هستن. حتی در همین چندین سال شما دیدین که فامیل بن لادن را ایران جای داده بود، همین کسی که نو باعث رهبر ایران تعیین شده سیف عادل ای در ایران زندگی میکرده. وقتی که ما باعث والی ننگرهار بودم و داعش در اون وقت در زمان ما در ننگرهار سقوط کرد و اکثریت خارجی را که ما گرفتیم از رای ایران به افغانستان آمده بود و پاسپورت و ویزا از ممالک مختلف. دیگه به این اساس یه را میخواید که امو متبادل مختلف نگاه کنید تا بتانه که از این استفاده به نفع خود کنید.
اما حکومت های ایران و پاکستان از دوشان کوشش میکنه در افغانستان حکومت ضعیف باشه و در حکومت ضعیف باز میتونه که اهداف خود عملی کنه. این یک پالیسی است که یا با پیش میبرن، اما با اساس منطق و اگر همسایه در حالت بد قرار داشته باشه، تاثیرات با همسایه دیگه داره، در هر حالت داره. اگر افغانستان حکومت مشروع داشته باشه، حکومت که اقتصاد خوب داشته باشه و کنترل در افغانستان داشته باشه، باز نمیتونه که اروپای افراطی تهدید به همسایه باشه. اما اگر نباشه، باز اروپا یعنی پس تهدید به همسایه ما شده میتونه. دیگه این مسئله است. خب این مسئله آب یک چیزی است که ضرورت هر دو مملکت است و ما قراردادی که در سال 1352 بخوام امضا شده با بین افغانستان و پاکستان، در او وقت دو حکومت مشروع بوده و پارلمان افغانستان در او وقت همین قرارداد تصویب کرده، یعنی یک جنبه حقوقی داره. اگر آل هر معامله با طالب یا بکنن، بازم امو حیثیت حقوقی خود پیدا نمیکنه، از خاطر که نظام مشروع نیست و پارلمان حقوقی وجود نداره که او را تصویب کنه. دیگه بعضی خاطر اگر حکومت مشروع باشه، باز وقت امو state to state رابطه ای بهتر از نظر ما با افراد بلکه داشته باشیم رابطه یا با گروپ ها داشته باشیم. این هم امو مداخله واضح یک مملکت در مملکت دیگه است و این فایده نداره. یعنی ما باید رابطه بهتر با همسایه خود داشته باشیم و بالاخره منطقه از لحاظ اقتصاد توسعه پیدا کنه و این به نفع کلی است. و اگر در منطقه در افغانستان یا در منطقه جنگ باشه و جنگ های نیابتی باشه، جنگ های ابرقدرت ها در اونجا باشه و یا جنگ های توریستی در اونجا باشه یا مواد مخدر، چیزایی به نفع اردو مملکت نیست. بسیار عالی، خیلی ممنون از این توضیحاتون، واقعا ما رو روشن کردین. مسائل ایران و افغانستان و دورادور پاکستان مسائل ساده ای نیست، خیلی پیچیده است و شما در این وقت کوتاهی که با هم دیگه داشتیم کاملا تمام مسائل رو واسه ما توضیح دادین. خیلی ممنون آقای شاه محمود میاخل از شرکتتون در برنامه ما، سپاسگزاریم. تشکر از شما هم. درود به مردم شریف ایران. من شهریار احشار هستم، میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 در KIRN 670 AM. I wanted to take this opportunity to thank you for listening to our program and participating as a guest or as a listener. But I especially want to thank KIRN for giving us this privilege of being with you. As you know, Politics 365, we don't have a political agenda. We are objective and nonpartisan. We simply want to help the Iranian community learn more about the political environment, from local city halls to Washington to Tehran. I've been engaged in public administration, advocacy, and community affairs for over 30 years. I created this small platform as a nonpartisan and objective public service to the Iranian community. This is not my program, it's yours. Since our first segment in January 2023 on KIRN, every Sunday at 9 a.m. LA time, we bring you two new interviews. We've interviewed members of the US Congress, the British Parliament, Canadian Parliament, ambassadors, mayors, Iranian candidates for political office, and many more activists. You can be part of this national movement by arming yourself with knowledge, by participating in our program and being the voice of the Iranian people. But if you want to do more, we can use your help. First, we are always looking for new guests, topics, and issues to profile. So if you have a suggestion, please let us know who you want us to interview. Second, it takes a lot to produce these programs. So if you're interested in helping and volunteering with our program as a researcher, as a correspondent anywhere around the world, as a video editor, as a social media marketer, translator, researcher, we'll take it. Give us a call. And third,
We're looking for sponsors and collaborators, people that want to build strategic partnerships with their organization, nonprofits especially. But most importantly, we want to hear from you. We want to hear your feedback on how we can produce a show that meets to your liking. You can reach us directly at info@politics365.com or leave me a direct voicemail at 858-444-6506. Again, that's 858-444-6506. Again, thank you for joining us every week and helping us bring this program to your attention. Womide Iran Azad, Man Shahyar Ashan, as Politics 365.